سلام، خسته نباشید خدمت شما همراهان. امروز یک غذای ما درست کنیم که خیلی متفاوت و عالیه. دیگه اسمای مختلف البته خود ما برای دادم میشه که برای بگیم کیک پیتزا یا کلوچه پیتزا یا سموسه، هر اسمی که دوست داشتیم میشه که تا آخر ویدیو ببینیم و اسمی که مورد علاقه شما بود کامنت کنیم. پس مرحله مرحله تا آخر ویدیو همراه ما باشید. علیرضا محسنی هستم و یکی دیگر از ویدیوهای کانال آچار شیف خوش آمدیم. اگه تا حالی سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنیم و علامه زنگولر فعال کنیم که هر وقت ویدیو جدید از طرف کانال آچار شیف منتشر میشه بتونیم به سر موقع ویدیو رو مشاهده کنیم. بریم که غذای مدرن و جدید و همه پسند، به خصوص غذایی هست که مورد علاقه جوانای امروزیه مثل خود، بریم که خودش حاضر کنیم. در ابتدا یک عدد تخم مرغ مش کنیم و خوب هم میزنیم. ادویه‌ای که لازم داریم: یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق چایخوری پودر پاپریکا، یک قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک قاشق چایخوری زردچوبه و یک قاشق غذاخوری سبزیجات معطر. میکس میکنیم و نصف پیمانه آب علاوه میکنیم. نصف پیمانه قارچ و ذرت با هم داخل مواد خود علاوه میکنیم و یک گلاس هم به اندازه یک گلاس گوشت مرغ ریش ریش شده، دو پیمانه آرد که ما قبلا حلق کردم کم کم علاوه میکنیم و خوب به هم میزنیم و همچنین نصف پیمانه دیگه هم آرد به کنار دست خوب میگذاریم و آهسته آهسته اونا رو علاوه میکنیم. و همچنان نصف قاشق غذاخوری پکینگ پودر علاوه میکنیم. به اندازه ورز بدیم که خمیر به دست نچسبه. بعدن خمیر به حالت پخش میکنه و به حالت سلایس برش میزنه. سلایس رو داخل مایتابه میچینیم و به حرارت ملایم یک طرفی رو سرخ میکنه. جذب روغن از این غذا خیلی کمه و داخلی هم که اصلا روغن نداره و کسایی هم که رژیم دارن میتونن از این غذا خوشمزه استفاده کنن. خب دوستان، غذا خوشمزه ما حاضر شد. من تست کردم واقعا خیلی خوشمزه بود. دوستان، به عوض گوشت ریش ریش شده میتونیم شما از سوسیس یا کالباس هم استفاده کنید. اگه غذا مورد پسند شما قرار گرفت حتما لایک کنیم که بقیه دوستان بتونم از استفاده کنم و همچنین کامنت فراموش نکنیم. مواظب خود و سلامتی ها باشین. خدا نگهدار.